سلام دوستای عزیز به انگلیس خوش آمدین امروز درس نهم دو ست اصطلاح رایج زبان انگلیسی را می خانیم. اگر شما تازه به کانال آمدین حتما سبسکرایب بکنین و این ویدیو را هم لایک کنین تا بتانین از کانال حمایت کنین پس بیاین شروع بکنیم بعد همی قسمت های قبل قرار است اصطلاحات و عبارات را بخوانیم که به ترتیب به اساس الفبا طبقه بندی شده امروز با حرف تی شروع می کنیم. Thanks for the heads up Thanks for the heads up یعنی ممنون که اطلاع دادی ممنون که خبر دادی Thanks for the heads up That is very kind of you That is very kind of you در این سی گفتاری That is میشه That's That's very kind of you یعنی لطف داری as mehrabani هست. hast. That is very kind of you. As mehrabani tan hast. وقت استفاده می کنیم که کس از کسی بخواییم سپاس گذاری بکنیم به خاطر کار که انجام دادن. اصلاح بدی That's a good one. That's a good one. یا می تواند بگوین That's a nice one. یعنی شوخی جالب بود. خب. اینجا منظور از good one و nice one همون شوخی است که بر شما جالب تمام شده هرگاه کسی یک چیز بگویه یا کار انجام بده که تان جالب باشه شوخی آمیز باشه باز میگین that's a good one یا yeah, that's a nice one the next one is the die is cast the die is cast یعنی کار از کار تیر شده کار بست خان رسیده the die is cast خب وقتی که یک فرصت براتون بوده ولی شما از او نتانستین استفاده بکنین و او از دست رفته پس میگین the کاست. cast حالا دیگه نمیشه کار کرد یعنی کار از کار تیر شده The facts speak for themselves The facts speak for themselves یعنی چیزی که ایان است چه حاجت به بیان است ای به این که واقعیت خودش صحبت میکنه نیاز نیست که توضیح داده شود. The facts speak for themselves. چیزی که واضح است دیگه نیاز نیست که uh, توضیح داده شود. The rest is history. The rest is history. دوستا ای یعنی بقیش را خودت میدونی. متباقیش دیگه واضح است. وقت استفاده میکنیم که در مورد یک چیز معلومات بتیم و ای رو در آخر استفاده می کنیم که بگوییم که بقیش برای تو است دیگه خودت میفهمی. The rest is history. The ship has sailed. The ship has sailed. یعنی کار از کار گذشته. یا شانس از دست رفت. The ship has sailed. Ship کشتی sail یعنی کشتی uh, رو نیکردن حرکت کردن نگه در واقعی. یعنی کشتی دیگه وقت حرکت کرده کار از کار تیر شده شانس از دست رفته The ship has sailed tit for tat دو سایی فریز یعنی قصد یا انتقام شکل کاملش مثلا این یک کس کار رو انجام میده و میگی که خیلی یک انتقام بود میگی It was a tit for tat It was a tit for tat یک قصد بود It's a tit for tat It's a tit for tat To what end? To what end? To what end یعنی بچه منظور بچه منظور To what end? بچه منظور وقتی که بخوایم هدف یک چیز بپرسیم باز میتونیم این استفاده بکنیم To what end? بچه منظور بچه هدف On top of the world On top of the world یعنی خیلی خوشحال اگر بگوین من خیلی خوشحال هستم میگین I am on top of the world After she heard the news, she was on top of the world. Pas azi ki khabar khile khoshal Touch wood. Touch wood. Ya knock on wood. Knock on wood. Yani gushayton kar. Gushayton kar. Touch wood ya knock on wood. Waqte ki shama dastana ba gushetan mi barin wa baadish mi zanin یعنی شیطان نشنوه به گوش شیطان نره نظر نشی تچ آن ورد یا ناک آن ورد اینی مفهوم را دارد در انگلیسی تچ آن ورد یا ناک آن ورد گوش شیطان کرد under the table under the table under the table یعنی نشه کسی که به خود نباشه یکی از معانیش امی هست معنی دگیش مخفیانه هست چیزی که پنهان باشد under the table یا زیر میزی پول منظورش هست که شما به کس پول میدین مخفیانه تا کار را انجام بده under the weather under the weather یعنی ناجور مریض به حال اگر بگیم که ما مریض بودم میگین I was under the weather under the weather یعنی ناجور بودم، مریض بودم. اپس and downs apps and downs یعنی فراز و فرود بلندی و پستی life has its اپس and downs زندگی فراز و فرود خودش داره پس اپس and downs یعنی بلندی و پستی فراز و نشیب up to date up to date یعنی now جدید، اصری یا نوین چیزی که به روز باشه up to date up to date use your imagination use your imagination use your imagination دو بسیار واضح یا روشن وقتی که بر کسی بگوییم که جواب یک سوال خیلی واضح هست و نیاز نداریم که براتان مثلا جواب بگوییم چون خودش بسیار واضح است باز میتونیم بگوییم use your imagination مثلا میگی well I don't know which one is correct خب نیفهم کدام از این درسته است باز من در جوابتان میگم خب بیشار واضح است use your imagination it's time to use your imagination use your noodle use your noodle دوستا نودل یک slang هست که هد یا سر ما نمیته وقتی که میگم use your noodle یعنی از اس فکرت استفاده کن kalita ba use your noodle use your noodle kalita ba karbandas it means think batao i know this question is very difficult to answer but you have to use your noodle may funki sol khil sakt ke jawab as kalit istifada kar ke gas fikr is vice versa Vice versa یعنی برعکس برخلاف برعکس متقابلا این وقت استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد دو چیزی که با هم متفاوت هستن بحث بکنیم مثلا He doesn't trust her and vice versa به این معنی که او بالای او اعتماد نداره و متقابلا او خانم بالای او اعتماد نداره پس وایس ورسا یعنی ایکوی چیزی که ای هست و همست یا مثال دگهه تیچرز کوالیفاید تو تیچ ین انگلند ار نات اکسپتد ین سکاتلند ان وایس ورسا استادهایی که شایستگی تدریس در انگلستان دارند اونها در اسکاتلند پذیرفته نمیشند و متقابلا یعنی استادایی که در اسکاتلند قابلیت تدریس دارن باز در دا انگلستان ندارن چرا چون لهجهشون متفاوت است پس وایس ورسا یعنی متقابلا ایکولی. اور ان اپوزیت خب دوست عزیز ای بود قسمت نهم امیدوار هستم که مفید بوده باشه حتما کانال رو سابسکرایب بکنین و بقیه در رو هم تماشا بکنین خدا نگهدار